چاقوهای چیز؟ چاقوهای برنده؟ ساتورهای چیز؟ چاقوی برنده؟ ساتور برنده؟ چاقوهای چیز؟ چاقوها را چند میدهی؟ دو سکه، ارزان است. کجایش شکسته؟ این طرفش شکستگی دارد، آوردم عوضش. باز کنیم برو مادر، با پولی که دادی از سرت هم زیاد است. ای بی انصاف، برویم پسرم. آمده دنبالم بیایی از این طرف، بیایی چه ظریف باقی از این تو رنگهای زیبا. باز کن منم هر بار دیگرش را هم دارم. نگاه کنیم چه خبر شده. داخل شو احمد، چه شده است؟ این مرد کیست؟ به کمک احتیاج دارد. قصد جانش کرده بود. چه کسی قصد جانش کرده بود؟ درست نمیدانم. نگهبانان، مهمانان معاویه. ولی خوب می جنگید. قوقایی به پا کرد. یک تنه بازار شام را به هم ریخت. باید می دیدید. چنان شمشیر می زد که زمین و زمان می لرزید. چند تن از نگهبانان معاویه را بر خاک کوبید. تو او را به اینجا آوردی؟ چاره ای نبود. نترسید. زیاد اینجا نمی مونم. جرعه آبی اگر دهید می نوشم و میرم. آب؟ مگر تو روزه نیستی؟ محمد برد فروش نمیگذاشت روزه بگیریم. میگفت اگر روزه بگیرید لاغر میشوید و مشتریان نمیخرند. بنوش برادر، بنوش. استغفر الله. این جوان نیمی از حقیقت را گفت. گفت در بازار برد فروشان بودند. ولی نگفت که من بردم. بر سکو ایستاده بودم. برد فروش 500 سکه میخواست. کسی نمیخرید. از بخت بد صاحبی که از دستش گریخته بودم در شهر شما میهمان بود و قصد جانم کرد. و بعد شد آنچه که این جوان گفت. جوانی کردی. نباید کمکت را قبول میکردم. تو جان مرا در آن مهلکه نجات دادی، ولی فرقی نمی کند. بالاخره آنها دستگیرم می کند. تو با این کار جان چند تن را به خطر انداختی. جوانی کردی. من باید بروم. از راه پشت بام می شود رفت؟ آره می شود. علی صب کن. تو چه گفتی؟ حرف بدی زدم؟ نگفتم حرف بدی زدی. چه گفتی؟ به خاطر گفتن این کلمه چندین بار شلاق خوردم، ولی چاره‌ام نمی‌شود. پدرم به من آموخت. دستم را که به زانویم می‌گیرم، بی اختیار بر زبانم جاری می‌شود. تو از دوستداران علی هستی؟ نترس. جواب بده. برد فروش به من سپرده بود که اگر در شام اسم علی را ببرم سرم را از تنم جدا می کنند. ولی در این شهر هم هستن کسانی که دوستدار علی باشند. به جمع یاران علی خوش آمدی. علی. ای امیر، تو مرا خوب می شناسی. من اهل جنگ و بیابان و شمشیرم. رسم و رسوم شهر و کاخ نشینان را نمی دانم. ولی شهر نشینان و امیران خلق و خوی مرا خوب می شناسند. به حق رسول الله اگر نان و نمک تو را نخورده بودم، امروز این شهر را بر سر ساکنینش خراب می کردم. غلامم را دزدیدند و روز روشن علنن در بازار می فروشند. می دانم، می دانم ابن یعقوب. کیست که تو را نشناسد؟ غلام سردار چه شد؟ دستور دادم برد فروش را به شلاق ببندم و شهر را خانه به خانه بگردم و غلام را دست بسته تحویل سردار بدهند.
آرام باش مرد، این معاویه ابن ابی سفیان است که از تو پوزش میخواهد. من برای کارهای مهمتری از شما دعوت کردم. اصلا آن غلام را من میخرم، 10,000 سکه میخرم، چطور است؟ بیاورید. غلام از من، زر از تو. اصلا غلام مرا دزدیدن، نه غلام تو را. خوب است، من به تو قول میدم که آن غلام نسناس را بگیرم و گردن بزنم. خوب است. حال بخند و اخمایت را باز کن. آنقدر مشغله داریم که دیگر وقتی برای غلام و کنیز نمیماند. ولی برای شنیدن صدای سکه های امیر همیشه وقت هست. میبینی؟ گوش کنید، شما هم پیمانان من هستید. همیشه من و شما در وقت سختی یار هم دیگر بودیم. بین من و شما همیشه محبت برقرار بوده. کیسه های امیر و شمشیر ما این محبت را محکم محکم می کرده. زاه بس است، جنگ با ابو تراب در پیش داریم. ای امیر، تو را به جان پسرت قسم، ابو تراب را به حال خود بگذار. ما را با او کاری نیست، از جنگ با او جز مرگ چیزی نصیب ما نمی شود. امیر، فضولی مرا ببخش، ولی طایفه من هنوز از جنگ صفین کمر راست نکرده است. قبیله من کوچک شده، زاد و ولد زنان طایفه من آنقدر نیست که کشته های من را جبران کند. او با یک ضربه دو پسرم را به خاک انداخت. با آن ذوالفقارش، با آن یاران پا برهنه‌اش. با ما چنان می جنگید که گویی با کافران احد و خندق می جنگید. انگار نه انگار که ما مسلمانیم. تو کی مسلمان شده ای که ما خبر نداریم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، من مسلمان نیستم. خوشخیالی ما را ببین، فکر کردیم جنگ با روم در پیش است، زوغ زده شده بودیم. تا پیغامت به ما رسید فلفور حرکت کردیم و آمدیم. شهرهای روم آباد است، حال اگر سختی میکشیم و میجنگیم و کشته میدهیم، در عوض غنیمتی، خزانه‌ای، غلامی. نه امیر، ما را معاف کن. او یا خبر به شما نرسیده، ابو تراب در بستر مرگ است. دروغ است، ابو تراب هرگز در بستر نمی افتد. زخم شمشیر خورده، فرقش شکافته. باور نمی کنم، هیچ شمشیری آنقدر بلند نیست که به او برسد. خودم آزموده ام. سر نماز بوده، در محراب از پشت زدند. شوخی که نمی کنی ای امیر. به خاطر یک شوخی تو را از قبیله و زنانت دور نمی کردم تا آواره کوچه های دمشق شوی و در به در به دنبال غلام گم شده‌ات بگردی. مطلب جدی است. فرصتی که دنبالش بودیم فرا رسیده. سپاه کوفه کمرش شکسته، بدون ابو تراب قدرت مقاومت ندارد. یورش میبریم و کار را یک سره میکنیم و ابو تراب را برای همیشه از سر راه بر میداریم. بگو، بگو. گوش کنید، قاصدی از کوفه آمده است. علی را شبانه غسل دادند، بر بدنش نماز خواندند و مخفیانه به خاک سپردند. او با چشمان خودش دیده است. مردم دمشق، بدانید و آگاه باشید که علی پسر ابو طالب به زخم شمشیر یکی از یارانش کشته شد. از این رو سراسر خطه عراق را
آشوب و بلوا فرا گرفته است. بدجویان و بدخواهان قصد دارند این آشوب را گسترش داده به شام و دمشق بکشانند. هر کس که میتواند شمشیر بردارد. این همه دربدری کشیدم، به اسیری رفتم، به غلامی فروختندم، شلاق خوردم و زجر کشیدم، به امید آن که به وصیت پدرم عمل کنم و به پابوس علی برسم. عاقبت چه شد؟ هنوز در شامم و از ترس سگان معاویه در این خانه پنهان که گرگان خوارج او را به شهادت رساندند. امشب اگر برای ما شب عزاست، برای معاویه عید است. او خود را وارث بلا منازع خلافت می داند، به همین جهت سران قبائل را از هر طرف گرد آورده و قصد حمله به کوفه را دارد. می خواهد قبل از آن که جانشین علی فرصت یابد کار را یکسره کند. پدر، فکر می کنی چه کسی به جانشینی علی برگزیده خواهد شد؟ اگر کوفیان راه ثواب در پیش گیرند، بیشک ابا محمد. مهم نیست آنها چه کسی را برگزینند. از نظر ما حسن ابن علی تنها جانشین علی مرتضی است. درست است، ما را با رأی کوفیان کاری نیست. آنان مردمانی بوقلمون صفت و هزار رنگند. نه بیعتشان امید بخش است و نه خیانتشان هولنگیز. ما مجبور نیستیم به حمله ایشان گردن بگذاریم. ما با ابا محمد بیعت میکنیم و به نظر من تمام یاران با وفای علی او را به جانشینی برمیگزینند. حال برای ما یک وظیفه میماند، با آن این است که هرچه سریعتر ابا محمد را از توطئه معاویه آگاه کنیم. کن. چه همراه داری؟ هیچ. برو. کجا می روید؟ سقا هستیم، آب می بریم. سب کنید. برد فروش. برد فروش اونجاست. اونجا. کجا؟ به دروازه. شما غریبه اید، کجا می روید؟ به بازار سید جرده باشم جرده باشم جرده باشم جرده بیار گردنگیر چون خبر شده است خود خالت در خودش شماید به همین می برم خود جانوار مایی یا یه بستا خود خود های ما رو داد دیگه شده. لعنت بر خوارج، لعنت خدا بر منافقین، خدا منافقین را لعنت کند، نابودتان کند. ای
دنیا چه میتونه؟ خدا منافقین رو لعنت کنه. لعنت خدا بر منافقین. لعنت بر شما. لعنت بر خمورج. لعنت بر منافقین. آخرین کلام وصیت علی که درود خدا بر او باد این بود: از خدا بترسید، به دنیا رو مکنید اگرچه بر شما رو کند، برای آنچه از کف داده اید ننالید، حق بگویید و یتیم نوازی کنید و از یاری درماندگان باز نمانید. و فرمود هرگز این کلام رسول خدا را فراموش نکنید که می گفت: من برای شما میراثی بر جای گذاشتم که تا وقتی بدان پای بندید گمراه نخواهید شد. کتاب خدا و اطرت من. روید بیرون. چه میخواهید؟ روید بیرون. روید. روید بیرون. بنشینید. اینها همون کسانی هستند که ابو تراب را شهید کردند. اینها از خوارج بودند. همینها بودند که شمشیر بر دست نیف موجب گذاشت. بنشینید. روید بیرون. بنشینید. اگر آنها به عزای علی ابن ابی طالب آمدند، خوش آمدند. ابن عباس، تو به قاتلین علی خوش آمد میگویی؟ من به عزاداران علی خوش آمد میگویم. بنشین. راه بدهید بیایند. راه بدهید. ابن عباس، من فقط یک کلام میگویم، نبیش. نه من، نه اشعث ابن قیس، نه عروه ابن عمیر، هیچ کدام در قتل علی ابن ابی طالب دخالتی نداشتیم. بنشین پسر ذوالجوشم، بنشین و هیچ مگو. در صفین بسیاری از شما مردم شاهد خود و نیرنگشان بودی. ساده دلان و فرومایگان را فریفتند و از ذلتی که دوچارش بودند به سلامت جستند. خدا لعنتشان کنه. آنها مصلحت دین خدا را نادیده گرفتند و به جای اتحاد و همدلی با دیگر برادران مسلمان خود از پشت به اسلام و مسلمین خنجر زدند. و باز آشکارا دیدید که در روز حکمیت چگونه ابو موسی اشعری آن پیر مرد ناآگاه را فریفتند و در کارها نیرنگ کردند. اما امیرالمومنین علی نه گامی از حق وانشست و نه دستی به خود ادراز کرد. گریه فرزند امیرالمومنین حسن ابن علی فرمود: پدرم شبی در جوار رحمت حق پناه گرفت که شب رحلت موسی علیه السلام بود، که شب عروج آسمانی عیسی مسیح و شب نزول قرآن. همانا در این شب آنچنان کسی میدانی که ابن عباس چه میگوید؟ آری، میخواهد سخن از جانشین علی به میان آورد. اگر خلافت حسن را خواست چه کنی؟ جنگ با معاویه به جنگت با او بیعت میکنی؟ جنگ با معاویه در کنار بصر علی؟ جماعت، امیرالمومنین پاک زیست و پاک از جان رفت. بینیم نگاهی به این دنیای دون. آن هنگام که به جوار رحمت حق شتاف، جز 700 درهم که سهمش از بیت المال بود نداشت. پاش این چشم پرباران که داریم دلیل توبه ما باشد.
ای مردم کوفه، به خدا که امروز زیر گنبد آسمان و بر تمامی خاک جز حسن و حسین که سرور جوانان اهل بهشتند و زینت دوش رسول الله، امامی نخواهید یافت. علی ابا محمد را گفت: پسرم، پس از من تو صاحب مقام و صاحب خون منی. چه میگویه؟ میخواهد برای حسن ابن علی بیعت بگیره. خودی را فرمود: جماعت، ابا محمد حسن ابن علی، پسر پیامبر خدا، جانشین علی مرتضی و امام ماست. به بیعت او درآیید که پروردگار پیروان طریق هدایت را به نور وجود او تا سرمنزل نجات رهنمون است. چه میکنی؟ روزه میشه گنی؟ مگر در سفر نیستی؟ ای خدا لعنتت کند. نمی‌کردم به این راحتی بتوانم از این مهلک جان سالم به در برم. کله این احمد خوب کار می‌کند. دیگر بزرگی است. گمانم مدتی با امرواس هم نشین بوده است. مرا با آن فاسق نسبت نده که خونم به جوش می‌آید. راستی رشید از قول اون مردک اسمش چه بود؟ همون زارب برک. ها برک. رشید از قول برک میگفت که خوارج امر آس را به قتل رساندند. فکر نکنم. میگوین روباهی است که مادر دهر به خودش ندیده، تا کنون از هزاران مهلک جان سالم به در برده. البته نه با شجاعت، با حیله. حارث میگفت در سفین در چنگال ذوالفقار علی افتاد. میدونی از ترس جانش شکر؟ اوریان شد سر تا پا. علی شرمش آمد او را بکشه. برو، تو را به عورتینت بخشیدم. علی، علی، برخیزید برم. نه، صبر کن. سواری می آید. از کدام سو؟ از این سو. از جانب کوفه. گمانم قاصدی است که از کوفه میآید. بیایید. کجا؟
محاصرش کنید. از کجا میایی؟ از کوفه. از کوفه؟ به کجا میروی؟ به دربار امیرالمومنین معاویه. امیرالمومنین؟ باید پیغام مهمی داشته باشی. از من چه میخواهید؟ نترس، ما قصد بدی نداریم. میدانی تا دمشق با این سرعتی که تو میروی نصف روز راه است. ما میخواییم زحمتت را کم کنیم. راه را باز کنید، وگرنه سرکارتان با سربازان امیر است. ما که حرف بدی نمیزنیم، میگوییم خودت به کوفه برگرد، پیغامت را به ما بده، ما آن را به امیر میرسانیم. از جان من چه میخواهید؟ میخواهیم بدانیم پیغامت چیست و از کیست. نمیتوانم بگویم. بروید کنار. میتوانیم. چه کارم دارید؟ رهایم کنید. صبر کنید، صبر کنید، میگویم. دست خط را کجا پنهان کرده ای؟ ببینید، چند سوار. باید بکرسی. آی! 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 بگیریدشان! اتازید! ندارم که سپاهیان امراض بودن. راست میگویی، لباس مصریان به تن داشتن. جسار هند چه خیالی در سر دارد، همه ی اراذل را به دور خود جمع میکند. لابد این بار میخواهد پیراهن علی را سر نیزه کند، به خون خواهیش برخیزد. میخواهد از فقدان علی سو جوید و همه را به زیر سلطه خود درآورد. فتنه تازه‌ای در راه است، باید هر چه زودتر به ابن عباس خبر بدهیم. از بیراه میرویم. صبر کنید. چرا ایستادی؟ به چه میاندیشی؟ باز اسم امرهاس آمد و حیله‌ای تازه به سرت زد؟ مزاح نکن. میگویم بهتر از فقط دو نفر از ما به کوفه برویم. نفر دیگر اینجا بماند، اخبار تازه کسب کند، مواظب رفت آمدها باشد. چطور است؟ با هم در ارتباط خواهیم بود، جا عوض میکنیم. چه میگویید؟ فکر بدی نیست. برای رساندن اخبار دو نفر کافی است. حتی یک نفر. شما اینجا بمانید، اجازه دهید من به کوفه بروم. چرا تو؟ احمد؟ تو حرف نزن. من و پدرم 4 سال پیش از سرزمین ایران به قصد دیدن علی ابن ابی طالب به راه افتادیم و هرگز به اون نرسیدیم. به ما چه ارتباطی دارد؟ احمد تو حرف نزن. در بین راه پدرم مرد، دزدان به کاروانمون زدند، اسیر شدم. مگر ما اسیرت کردیم؟ احمد حرف نزن. به غلامی فروختندم، گریختم، دوباره اسیر شدم.
و حال که به انتهای این راه طولانی رسیدم، علی مرتضی دیگر در این دنیا نیست و من از دیدار او محروم شدم، ولی شوق رسیدن به او همچنان در قلبم باقی است. ما هم وضعی مشابه تو داریم. از شما میخواهم که اجازه دهید هرچه زودتر خود را به کوفه برسانم، گرچه دستم از دامن علی کوتاه است، حداقل به زیارت ابا محمد بتوانم برسم. چه میگویید؟ مخالفم. احمد تو حرف نزن. چرا تو؟ مگر من و صالح شیعه نیستیم؟ مگر ما شوق دیدن ابا محمد را نداریم؟ خب تو هم میروی؟ کی؟ به موقعش. موقعش همین الان است. احمد، اصلا خودم میروم. پیاده شو. زود از جلوی چشمم دور شو. بروم؟ آری برو. خداحافظ. خداحافظ. باز هم فریب خوردی. حقا که به امراض بیشباهت نیستی. بدرود. مگر دوباره به چنگم نیفتی هر؟ نخواهم افتاد. سلام سر. تو از که برای معاویه پیغام می‌بردی؟ شما را قسم به رسول الله نپرسید. معذورم. معذور است. بسیار خوب. برو. صبر کن. اگر می‌خواستم فلفور از دهانت بیرون می‌کشیدم، ولی نمی‌خواهم. معاویه خود همه چیز را برایم تعریف کرد. پیغام تو چه سهل است. برایم خواهد گفت چند بار ظرف این مدت به قضای حاجت رفته است. برو برو، اما به معاویه بگو امرآس آمد سلامت و سرحال. بگو نمک خوارج بر امرآس کارگر می افتد نه ذوالفقار علی. بگو امرآس گفت تا بر همه شما نماز میت نخوانم از این دنیا نخواهم رفت. برو. حرکت کنید. Thank you.
خوب که بود، کاری که بود، سالم و قوی هم بود، جمازه تندرویی بود. برادر، خب چه داری بگویی؟ ابن عباس رو کجا میتوان یافت؟ آنجا، اسبت رو نگه میدارم. ها، چه داری بگویی؟ سلام. بیا عبدالله. سلام علیکم. ببین عبدالله طالب میخواد مطلبی را بگوید ولی از تو شرم دارد. خودت بگو، من دیگر باید برم. خودم برادر، کدام یک از اینها عبیدالله است؟ هیچ کدام. می آید. بسیار خوب، پخش کن. بسیار خوب، همه تان نزدیک شوید تا تومارهایتان را بدهم. یک و یک نام می دانم. اسماعیل ابن هلی، همکنون حرکت کن و برو. کاظم ابن عبدالله، رشید ابن عوس، پیغام شفاهی ابن عباس رو هم بده. بسیار خوب. کامل ابراهیم القریش. سلام. تو باید علیکم السلام. هم ببری. اگر با من فرمایش است در خدمت گذاری حاضرم. من برای عبیدالله ابن عباس پیغامی آوردم. عبیدالله خودم هستم. من از طرف حارس آمدم، از دمشق. حارس. حامل پیغامی هستم. در چه حال است؟ مدت هاست که ندیدمش. خوب نیست، در فراق علی می نالد. همه می نالند و او سخت تر از همه. این را خوب می دانم. او از یاران با وفای علی ابن ابی طالب است. او به عشق علی زنده است و اکنون به عشق اولادش. خب، گفتی پیغام داری. اجازه دهید در خلوت عرض میکنم. بیا برویم. عجله کن. این از آن تو، این هم از آن تو و این از آن تو. امر گفت عرض کنم بعد از عبیدالله دومین کسی که با حسن ابن علی بیعت کرد قیس ابن سعد بود. یا امیر، ابو تراب او را بر طلایه سپاه عراق گماشته بود. امر گفت عرض کنم قیس فریاد کشید دست پیشار تا به کتاب خدا و سنت پیامبر و نبرد فاسقان با تو بیعت کنم، اما حسن ابن علی فقط به پیروی از کتاب و سنت پیامبر کفایت کرد. گفت همه چیز در این دو است و قیس بیعت کرد. امر گفت عرض کنم. امر بگو از این به بعد بنویسد. می ترسد به دست نامحرمان بیفتد امیر. بنویسد. اطاعت. امر گفت عرض کنم که جماعت بسیاری به بیعت ابا محمد شتافتند، حتی آنها که با علی سر دشمنی داشتند. خوارج؟ امر گفت عرض کنم خوارج و اشرافی که به هیئت ایشان در آمده اند در جنگ با شام از همه شایخترند. با شمر ابن زلجوشن، اشعث ابن قیس و عربت ابن عمیر ملاقات کردم و ایشان را از بیعت با حسن برحذر داشتم، لیکن مؤثر نیفتاد. برای بیعت یک شرط داشتن و آن جنگ با شام است. جنگ با شام؟ حسن پذیرفت؟ امر گفت عرض کنم تنها شرط او اطاعت کامل و پیروی بوده است، در جنگ یا غیر آن. بسیار خوب. عرض دیگری داشتم. نصف روز مانده به دمشق، سه نفر به من حمله کردند
و میخواستند از متن پیام آگاه شوند. خب آگاه شدند؟ نه امیر، اگر قطعه قطعه هم کنند زبانم باز نمی شود. پیغام دیگری هم داشتم. امراض فرمود به شما عرض کنم. چه گفتی؟ امراض را دیدی؟ در کجا؟ مردانش مرا به حضورش بردند. در راه شام است و به زودی می رسد. امراض، ای مکار هیلگر، ای بوغلمون هزار رنگ، باز هم جان به در برد. چه به موقع آمد، هیچ وقت انقدر به وجودش نیازمند نبودم. گفتی پیغامی داشتی؟ بله امیر، گفت به شما عرض کنم تا همه شما را به خاک نسپارم از این دنیا نخواهم رفت. نگاه کن چه سپاهی، چه خدم و حشمی به هم زده است. تا چشم کار میکند مصر را غارت کرده است، خبر دارم. باز هم سر و کلگ این روباه پیر پیدا شد. امیدوار بودم که او را دیگر هرگز نبینم. برویم. امیرالمؤمنین، سلام بر سردار فاتح و یار همیشگی ما.
خوش آمدی پسر آرز. مطمئنم همین حالا از این که مرا امیرالمومنین خطاب کردی در دلت میخندی. راست پسر علی سفیان، خودت نمیخندی؟ ای روباه هیلگر، آرزو میکردم به ضرب شمشیر یکی از خوارج به اجدادت پیوسته باشه. عجیب است، من هم درباره تو همین آرزو را داشتم. عجب، پس به شکار هم رو آورده. البته به شکار و شاعری چندان با هم بی ارتباط نیست. پوست شکار به درد قلم شاعر جوان میخورد و گوشتش شکم ما بیچاره ها را پر میکند. از هیلگری چون تو بعید است که فرزند مرا به سخره بگیرد، چون ممکن است وقتی به جای من بنشیند سرت را به دست جلاد بسپرد. نه نگران نیستم، من در ناصیه این شاعر جوان حکمرانی نمیبینم. ای زبان تلخت را مار بگزد. مطمئنم که خود تو هم نمیبینی. آخر اونجی که عیانه. راستی از دیوان زارب چگونه جان به در بردی؟ همونطور که تو به در بردی. چند ساعتی استراحت کن و بعد به تالار بیا که خیلی به وجودت نیازمندم. تو همیشه به وجود من نیازمندی. بفرمایید تا بیاید. شم، همراه جار برای دیدن تو آمدم. کجا هستن؟ زیر سایبان. برویم ببینیم چه میگه. خوش آمدید. با تو سخنی داریم. بگو میشنوم. شما شروط حسن ابن علی را برای بیعت شنیدید، متابعت در جنگ و غیر جنگ. خب چه میگویید؟ به شرط جنگ با معاویه دست در دستش میگذاریم. بیعت با حسن؟ اما شما با پدرش جنگیدید. با معاویه هم جنگیدیم. حسن نه این است نه آن. تزویر نکن شم، حسن همان است که علی بود. دشمنی تو با او کمتر از آنچه با پدرش داشتی نیست. با معاویه صد بار بیشتر. میدانم دشمنی تو با معاویه از چه بود، ولی بدان معاویه به ثروت تو طمع نمی‌کند. اهل عراق به سروری شام رضایت نمی‌دهند. بخواهند یا نه معاویه بر تخت و بر تخت می‌ماند. شاید در دمشق اما نه در عراق. در شام و مصر و یمن و جزیره، همه جا اشعث ابن قیس، همه جا. نشنیدی چه گفت؟ نه در عراق. معاویه وقتی قدم به عراق می‌گذارد که ما نباشیم. روزی که گفتی دور نیست. صد روزه یا بگو. مهمان کشی؟ شمر، ما برای مشاوره به اینجا آمدیم، نمانازه به روی ما شمشیر میکشی؟ بیایید برویم. گوش کن امر، بنی امیه بر عراق سالار نمیشوند، حتی اگر مجبور شویم دست در دست شیعیان علی بگذاریم. ما را با شما حرفی نیست، برویم امر.
هم حجو گوش کنید. نه تو گوش کن. این شما بودید که در سفین پنهانی دست در دست معاویه گذاشتید و روزی که قرآن بر سر نیزه رفت جماعت را بر پسر ابی طالب شوراندید. راست میگوید. شما شمشیر در دست ابن ملجم گذاشتید. به خدا اگر نیرنگ کنید با شما همان میکنم که قصابان با شتران رنگ میکنند. حال برو در گوش این چفسار ابلغ بخوان که کچ نرود. گوش کنید، ده هزار مرد جنگی قوی تر و خوریستر از این مردان به زیر بیرق خیش جمع می کنم و اون وقت به همراه حسن ابن علی روزگار شما و پسر هند را یک جا سیاه خواهم کرد. یا جلا یا جلا بکم بزن بکم تر به خانه برویم. باید به پسر ابی سفیان نامه بنویسیم. باید بنویسیم که اگر تاج و تخت میخواهی فارغ ننشین. برویم. پس ما باید کاملا هوشیار و بیدار. گوش کنید جماعت، از شام خبر رسیده که معاویه در تدارک سپاه است و قصد فتنه‌گری دارد و باز با خبر شدیم که امرؤاس با سپاهی از مصر به دو پیوسته است. شما قاصدان ابا محمد خود را به رؤسای قبائل و طوائف برسانید و نامه حسن ابن علی را به رویت ایشان برسانید و از آنها بخواهید که دست یاری به سوی پسر رسول الله دراز کنند. بروید. خدا نگهدار. بروید. جمر بیا، معاویه سپاه آراسته است، امرؤاس هم به او پیوسته. حسن ابن علی هم اکنون تعدادی قاصد به اطراف گسیل کرده و در تدارک سپاه است. خوب است، ابا محمد تدارک جنگ با معاویه را می‌بیند. شنیدی چه گفتم؟ امرؤاس زنده است و به معاویه پیوسته. از قرار معلوم آن احمق هم نتوانسته از افته معمولیتش براید. بهتر، چون با خودم عهد کردم که پسر سفیان و پسر آس را به دست خیش دوشقه کنم.
اگر آن لحظه موعود فرارسد من حیای علی را نشان نخواهم داد و اگر هزاران قرآن بر سر نیزه بکنند و همه اجدادشان را یک جا در برابرم عریان به نمایش درآورند به خدا قسم که در دم هلاکشان خواهم کرد. از یک چیز تعجب میکنم، تا به حال هیچ کس خبری از امر آس نشنیده بود. ابا محمد چگونه توانسته با این سرعت و قبل از همه از اوضاع شام با خبر شود؟ فلفور رابط و خبرچین به اطراف و اکناف فرستاده است. خوب است، از این جوان خوشم. از اول گفتم او نعلیست معافیه، با او میشود کنار آمد. شما چه کار میکنید؟ منتظرت بودیم. شما منتظر من بودید یا من منتظر شما؟ خب، خستگی راه برطرف شد؟ چندان خسته نبودم. فکر کردم بهتر است با مروان و مغیره و ضحاک مشورتی کنم تا هرچه زودتر در جریان امور قرار بگیرم. خب قرار گرفتی؟ آری، اوضاع سخت‌تر از آن است که فکر میکردم. من فکر میکردم بدون علی دیگر هیچ مانعی سر راه ما نیست، ولی ظاهراً اشتباه میکردم. اهل کوفه، شیعیان علی، حتی خوارج یک جا با حسن بیعت کردند. خوب است، میبینم که وقت را تلف نکرده ای و مشاورین و سرداران من همه چیز را برایت گفتند. لازم بود که بگویند. اگر قرار است که با هم تدبیری بیندیشیم باید در جریان همه امور باشم. بسیار خوب، پس باز هم مثل همیشه تدبیری بیندیش و بگو از کجا باید شروع کنیم پسر آس. ولی خب میدانی دوست سالهای جوانی من، تدبیر و اندیشه فلفور به مغز انسان راه نمییابد، علل خصوص اگر افکار انسان مغشوش باشد و نتواند تکلیف آینده خود و فرزندان و ایل و تبارش را بداند. حرفای تازه می شنوم. نه، حرفای تازه ای نیست. فقط شرایط متفاوت شده است. حقیقتش را بخواهی، من و پسرمویت مروان و ضحاک و مغیره سال هاست که در کنار تو ایستاده ایم و به خاطر تحکیم حکومتت جنگیده ایم. توقعی هم نداشته ایم، به وضع فعلی راضی بودیم، ولی حال که تا پایان ماجرا و حکمرانی بلا منازع تو بر تمام ممالک اسلامی یک قدم بیشتر نمانده، خود به خود به این فکر افتاده ایم که تکلیف ما چه می شود؟ خود به خود. آری، خود به خود. خب انسان است دیگر، هر آن افکار مختلفی به مغزش هجوم می آورد و تا جواب قانع کنندهی برایش نیابد دست بردار نیست. جالبه. آیا شما همچون دوست من امر این افکار به مغزتان هجوم آورده است؟ مسلمه؟ بگذار خودشان جواب گویند. امیرالمؤمنین خودش خوب می داند که پسرمو، فعلا مرا همان معاویه خطاب کن. خودش خوب می داند که من سالها در رکابش جنگیدم و هزاران بار جانم را در راه او به خطر انداختم، ولی اکنون از خودم میپرسم که امیر پس از برداشتن این آخرین قدم و یک سره کردن کار بنی هاشم چه فکری به حال من میکند و آیا از حکومتش مرا سهمی هست؟ و اگر نباشد؟ هیچ. اجازه میخواهم که هم امروز از خدمت امیر مرخص شوم و کنج عزلت گزینم
و تمام عمر به دعاگویی مشغول باشم. خب تو بگو زهاک. حقیقتش امیر، درماندم و نمیدانم چه بگویم. درد منم همان درد مروان است. وقتی در خلوت به خودم فکر میکنم نمیدانم که هستم، نه دنیا دارم نه آخرت. اینجا که بین خودمان میتوانم بگویم، مؤمنین در پنهان و آشکار نفرینم میکنند. اشراف و صاحبان حکومت و دولت به چشم حقارت به من نگاه میکنند. حتی شیوخ قبایل بیابانگرد عزت و احترام بیشتری دارند. مثلا همین دیروز وقتی رؤسای قبایل به خدمت رسیدند، حاضر نبودند هیچ کلامی با من در میان بگذارند و مدام سراغ امیر را میگرفتند. فکر کردم اگر امیر بتواند فراغتی به دست آورد و پایه‌های حکومتش را مستحکم کند، چه کسی از من صالح‌تر و مطمئن‌تر است تا فرمانروایی ناحیه‌ای را به عهده بگیرد و جماعت را به اطاعت از امیر فراخواند و فرمان او را جاری سازد. خب تو بگو مغیره. امیر خودش خوب می‌داند که من همیشه خدمتگزاری صدیق و فداکار بودم و هر زمان که به نحوی لازم شده است به طرق مختلف اخلاص و عبودیت خود را به اثبات رساندم و در نابودی دشمنان امیر کوشیدم. البته در این مورد نه تنها توقعی ندارم بلکه مفتخرم و در این حال برخلاف ضحاک من به آخرت خود نیز امیدوارم، چرا که قرآن می فرماید اطاعت کنید خدا را، رسول او را و صاحبان امرش را. و از نظر من معاویه ابن ابی سفیان همان صاحب امر است که خدا اطاعتش را واجب کرده است. ولی خب این موجب نمی شود که به فکر دنیا و چگونگیش نباشم، چون باز قرآن مجید رهبانیت و گوشنشینی را من فرموده است. قرآن کریم مقرر داشته که انسان از مواهب دنیا برخوردار شود. به همین دلیل است که من نمیتوانم از مقایسه خود با سایر امرا و حکمرانان بلاد دیگر بگذرم. مثلا وقتی با خودم فکر میکنم که این زیاد ابن ابی پسر سمیه حکمران استخر و فارس چه مزیتی بر من دارد که میتواند از مواهب روی زمین برخوردار شود و من نه، خونم به جوش میآید. به همین دلیل از امیرالمؤمنین توقع دارم به وقتش به قدر لیاقت هم مرا مورد عنایت خود قرار دهد تا بدین ترتیب هم از مواهب دنیا برخوردار شوم و هم با اطاعتش آخرت را به دست بیاورم. خب تو بگو امر، تو که از مکنت و ثروت برخورداری و ولایت و حکمفرمایی مصر را داری، تو دیگر چه توقعی داری؟ هیچ توقعی ندارم. اما فطرتاً عادت ندارم بی اجر و مزد کاری انجام دهم. بی اجر و مزد آنچه دو داری از ما نیست و اجر و مزد همراهی و همدلی تو با ما محسوب نمی شود. نه. ما با هم دست مودت دادیم، عثمان را در امر خلافت مستأصل کردیم و بر علی شوریدیم، در صفین به نتیجه دلخواه دست یافتیم و غنایم را ما بین خود تقسیم کردیم. به تو حکومت شام رسید و به من مصر. گرچه تقسیم عادلانه ای نبود ولی من راضیم و شکایتی ندارم. اما حال مطلب دیگری است. پای تمام ممالک اسلامی در میانه است. به من حق بده که به سهم خودم بیاندیشم. دروی حیله‌گر مکار. حال امیر امروز مناسب نیست. بعدن به صحبت می‌نشینیم. صبر کن.
از اینکه با این عجله خودت را به دمشق رساندی در عجب بودم. تصور می‌کردم سوابق دوستی تو را به اینجا کشانده. حال می‌بینم که آمده‌ای تا سهم خودت را از غنایم آینده طلب کنی. ولی این بار غنایمی در کار نیست. تو گوشت و خونت از من است. حکومت مصر سهم تو از غنایم نبود. گوشت گندیده‌ای بود که من جلوی پای سگ پیری انداختم که از لیسیدن دست‌های من سیر نمی‌شد. تو از مادر رزل به دنیا آمدی. هنوز گرد راه از صورتت نزدوده‌ای که سرداران و مشاورین مرا به شورش دعوت می‌کنی. زمین و آسمان را به هم می‌دوزی تا شاید از آن میان طعمه‌ای نصیب تو شود. ولی این بار اشتباه کرده ای. تهمه‌ای در کار نیست. اما شما مشاورین و سرداران عزیز من، بهتر است این نکته را خوب در گوشتان فرو کنید. من معاویه ابن ابی سفیانم و به هیچ یک از شما احتیاجی ندارم. شما نیستید که گرهی از کار من می گشایید، بلکه این منم که شما را چون یتیمان بی پدری سرپرستی می کنم. تو پسرم، حقیقتاً تو کی برای من سرداری کرده ای؟ کدام سرزمین را برای من گشودی؟ از کدام جنگ فاتح بیرون آمدی؟ آیا این تو نبودی که در جمل این زنان شوی مرده از جلوی شمشیر مالک اشتر گریختی و به من پناه آوردی؟ نه پسرمو، تو سردار نیستی. آدم دربدر و شومی هستی که قدم نحست به هر کجا میرسد جز نکبت و مرگ چیزی با خودش برمغان نمی آورد. راستش را بخواهی، من ته دلم هنوز مرگ عثمان را از تو می دانم. چون تو تنها مشاور و یار همدل او بودی و بس. آن پیر مرد در همه امور به تو اطمینان کرده بود. اما تو مغیره. من همیشه تو را دوست داشتم و با محبت به تو نگاه می کردم، چون خیال می کردم خودت را خوب می شناسی. تو نه ادعای شجاعت داشتی، نه به هوش و تدبیرت می نازیدی و تنها به وفاداریت نسبت به من افتخار می کردی و این تنها امتیاز تو بود. وگرنه من هرگز امیدی به آدم ترسو و بزدل و بیلیاقتی چون تو نداشتم. حال می بینم که تو موجود بی مقدار از من طلب ارث و میراث می کنی. اما تو همیشه می دانستم که پشت آن چهره چاپلوس و متملق موجود خبیث و متوقعی پنهان است که اگر دستش برسد خنجر از پشت در کمرم فرو می کند. اما در جنگ و فتح و تدبیر و شجاعت تو هم دست کمی از مروان نداری. سردار، شاید لشکرکشیت به عراق فراموشت شده. یادت نیست؟ یادت نیست که چطور تا وقتی احدی جلویت نایستاده بود در عراق مظفرانه سوزاندی و ویران کردی و پیش رفتی؟ و چطور وقتی حجر ابن عدی با اندکی سپاه به هیره نزدیک شد شبان پا به فرار گذاشتی و گریختی و خودت را در پشت خیمه های من مخفی ساختی؟ تو در گذشته چه کردی که حال از فتوحات آینده سهم خودت را میخوایی؟ میخواهی دستور بدهم هم اکنون بسر ابن ارتاد این گنجشکی سرت را ببرد؟ سر هر چهار نفرتان را؟ به این فکر نکرده بودید؟ نرهایتان میکنم که فتنه کنید و نمن بعد همراهی و کمکتان را میخواهم. کاری میکنم که از صفحه روزگار محو شوید. میتوانی؟ اما بدون ما با حسن ابن علی چه میکنی؟ تصور میکنی جوان خام و بی تجربهی چون حسن بتواند جلوی مرا بگیرد؟ میتواند. تو حسن را دست کم گرفته ای؟ نکند خیال میکنی او علی است؟
علی نیست، ولی همان شمشیر و همان تدبیر است. فقط شرایط عوض شده و موقعیت پیش آمده که اگر درست از آن استفاده کنیم می توانیم علی را از سر راه برداریم. علی را؟ برای ما او خود علی است و برای استفاده از این شرایط تو به وفاداری ما نیاز داری. گیرم با همون اوصافی که گفتی. وفاداری؟ در وفاداری من که نمی توانی شک کنی. گیرم قیمتی داشته باشد. من به نوکرانی چون شما احتیاج ندارم. ما نوکران تو نیستیم، هم پیمانان تو هستیم. اگر لازم باشد به همین حکومت شام قناعت می کنم و با شما نمک نشانسا هم پیمان نمی شود. تکلیف جانشینت چه می شود؟ با یزید چه کار می کنی؟ می دانم که اون دردانه از هر کس پیش تو عزیزتر است. هیچ فکر کرده ای که اون شاعر جوان بدون عموهای وفاداری چون ما چگونه به سلطنتش ادامه می دهد؟ از کجا معلوم که شما زودتر از من به درک واصل نشوید؟ و از کجا معلوم که تو زودتر به اجدادت نپیوندی؟ دوست دوران جوانی من، از من تو بعید است که چون دخترکان زود رنج باشیم. ما که توقع زیادی از تو نداریم. چه میخواهید؟ من از امیر اجازه میخواهم که اداره امور مدینه به من واگذار شود. من همیشه آرزو داشتم که حاکم کوفه شوم. اگر اداره تمام ممالک اسلامی به امیر رسید، اجازه می‌خواهم رتق و فتق امور شام به من واگذار شود. و تو؟ فعلا هیچ. من فقط سلامتی امیرالمؤمنین را طالبم. کارها که بر وفق مراد شد، به وقتش پاداش کوچکی از امیر طلب خواهم کرد.